کال گذره و سالور که بازار ترابه این فضا و باور را خوش کردیم تغییر بده در تمام ولایات تا رو 24 ساعت فعالیت میکنن ما مستقیم فایبر رو در خانه با مشترک برسانیم و همچنان به شرکت پشتاست از بود قیمت تبدیل شد افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې په تیرو دوو لسیزو کې پاموړ پرمختګ کړی همدا اوس په هیواد کې شاوخوا 15 ستر مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي چې ډیری هغه یې له خصوصي سکتور سره تړاو لري خو یوازینی دولتي شرکت چې په هیواد کې مخابراتي خدمتونه وړاندې کوي افغان ټیلیکام شرکت دی شرکت افغان ټیلیکام هدف از ایجادش ایست که از یک طرف خدمات عرضه بکنه از طرف دیگه در وضعیت اضطراری به کار حکومت مردم بیاید رقابت ایجاد بکنه و یک شرکت باشه که در حالات و وضعیت ها و محلات که شرکت های خصوصی آمادگی سرمایه گذاری رو در او نداره در او قسمت ها پیش قدم شد دغه شرکت په 1340 مریز کال کې جوړ او بیا تر اوسه د مخابراتو ځواکمنتیا او ټکنالوژۍ پرمختګ په موخه هیوادوالو ته د نوري فایبر موبایل خدمتونو انټرنیټي خدمتونو او سیم لرونکو ټلیفونونو په برخه کې مخابراتي خدمتونه وړاندې کوي افغان ټلیکام خو شروع کې چې شروع وکړه د ډېر یو کمه سرمایه‌ګذارۍ شروع وکړله ډېر یو لکه محدود ریسورسو موږ سره او همدغه تقریبا دغه 15-16 کلونو کې چې افغان ټلیکام جوړ شوی دی زموږ سرمایه‌ګذاري اوس ډېره ښه شوې ده زموږ چې کوم ټوټل اسیټس دي هغه ډېر ښه دي د نور د مارکیټ په حساب سره افغان ټلیکام شرکت او سلام مخابراتي شبکه تر دې دمه په هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه ګډونوال لري که څه هم د یو لړ امنیتي او سیاسي ناخوالو له امله ډیری وخت د دې ملي شرکت فعالیتونه له خنډ او ګواښ سره مخ شوي خو بیا هم دغه ملي شرکت د افغان دولت د ستراتیژۍ پر اساس په ستونزمنو او ننګونکو شرایطو کې هم د هیواد په لرې پرتو سیمو کې خپلو خدمتونو ته دوام ورکړی یوازینی ښه والی همدغه دی چې خپل خدمات په 24 ساعته دي او که څه هم دی کې مونږ ډېر ضربه لیدلې ډېر مشکلات سره مخامخ شوي یو چې هغې جملې نه تقریبا 140 سایټونه زموږ سوځول شوي د سلام د جوړولو نه تر اوسه پورې او د دغې نه تقریبا 60 سایټونه بیا مونږ ریکور کړي خو مونږ هیڅ چا ته تسلیم شوي نه یو خپل خدمات مو هم تر اوسه پورې برقراره ساتلي 24 ساعته مو ساتلي او انشاءالله په آینده کې به مو دې ته بیا هم ادامه ورکوو افغان ټلیکام شرکت تیر کال د جوړښتي سمون، عوایدو پراختیا، تازه خدمتونو او لګښتونو راکمولو په برخو کې د سترو بدلونونو شاهد و. یکی از کارهای بسیار مهم ما ای بود که ما صرفه جویی کنیم. در حدود حداقل 40 تا 45 میلیون دلار پروژه هایی که در گذشته دیزاین شده بود و واقعا یا کارانه نبود و یا از اندازه‌ای که لازم بود بیشتر خریداری میشد و یا هم نمیتونست شرکت کمک کنه و یا به باره دیگه شرکت میتونست بدون این مصرف هم عوایدش بیشتر شود و سرپای خود استاد شود از او جلوگیری شد از منگ همیشه دقیقه کوشش شوی که خپل مصارف و که خپل لکه انویسمنت چه کهو اگه که صرفه جویی بکو اگه پده شکل چه مثلا بیزه سرمایه گذاری بونشی مثلا بعض پلان ندسه شویو چه اگه فایده نلارلا بعضی لکه دیر رف پلاننگ شویو نو به دو وزیر سه پا هدایت سره و داگه پا مشوره سره به منگا یو بل مدل انتردیوز که سمارت انویسمنت چې هغه کې به مونږ لکه سمارټ انویسټمنټ هغه پروژې چې ملا افغان ټلیکام ته ښه عاید راوړي ښه ریټرن راوړي هماغې باندې به مونږ سرمایه ګذاري کوو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ مشرتابه په وزارت کې د کار له پیله د فساد پر وړاندې مبارزې مافیایي کړیو ماتولو او د افغان ټلیکام شرکت پرمختګ په موخه د دغه شرکت له سرچینو څخه د کار اخیستلو هڅه کړې ده وخت منه او منیسي وزیر کار ما آغاز کړ شرکت افغان تلکام و سلام البته با یک دید و احساس بسیار متفاوت با یک دید مالکانه به این مفهوم که شرکت خود گفته به اصلاحاتش آغاز کرد البته در قدم اول
نظر به موضوعاتی که از گذشته شنیده بودم کوشش کردم که اصلاحات با وجود بیارم، یا به گفته عام به اصطلاح یک خانه تکانی کنم. افغان بیسیم، اتصالات، روشن، امتین او نور و آیس به شرکتونو تا دا انترنت و امده بایو را کمول او دا افغان تلکام سلام انترنتی بندلونو ارزان بایی پتیری و کال که دا دغ شرکت لنور و لسترانو چخدی. یک این بی انترنت که در سال 2017 دودید $96 ارائه میگردید، حال اونمون نرخا فعلا در بازار ما با حدود $48 $45 عرضه میکنیم و ارائه میکنیم، و اگر کسی واش به شرکت های مخابراتی که باز نام آمده ارائه میکنیم، حتی یک این بی انترنت ما در حدود $30 فعلا در مارکت برشان عرضه میکنیم. افغان تلکام شرکت د انټرنیټ اومده به یو راکمولو لامل د زیاتو ګډونوالو جذبولو ته لار هواره کړه، او لدی لاری یو کولای شول د دولت خزانه ته زیات عواید راټول کړي. د سلام مخابراتي شرکت له لارې 4G انټرنیټ خدمتونه وړاندې کول د افغان تلکام شرکت بل لاس تر وړنه و چې د انټرنیټ کیفیت لوړولو ته لار هواره کړه. وخت مو رفتیم د شهر کابل د او مناطقی کې 4G فعال شده بود کیفیت تست کردیم، در عمل به خودم رفتم، در اوجه دیدیم که وضعیت بسیار متفاوت است. به او خاطر من فکر میکنم که سرمایه گذاری میتونه مشکل حل کنه. افغان تلکام شرکت په هیواد کې د نوري فایبر چاره رهبری کوي. دغه شرکت د نوري فایبر لالارې افغانستان له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او پاکستان هیوادونو سره نخلولی. تر حدود 5000 کیلومتر فایبر نوري در سراسر افغانستان توسط شرکت مخابراتی افغان تلکام تطبیق کرده است که در حدود 25 ولایت، 62 ولسوالی، 160 باب مکاتب، 25 باب جزتامه وزارت داخله عملا به فایبر نوری فعلا وصل گردیده است. فعلا شرکت مخابراتی افغان تلکام سر خطوط پشتیبان عملا کار میکنه که تا ما بتانیم سکتگی های وارد شده برای مشترکین خود را از بین برده و ما بتانیم که شرکت ها را به طریق درست و خدمات را به مشتریان عرضه نماییم. افغان تلکام په هیواد کې نوري فایبر پراختیا او لاخو انټرنیټي او مخابراتي خدمتونو ته د لاسرسي په موخه ځینې ملاتړي پروژې هم تر لاس لاندې لري چې په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وړاندې شي. یک پروژه ما به حدود 100,000 لاین در پروژه پی 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 پابلیک پرایویت پارتنرشیپ که هم اسناداش در تای مراحل تدارکاتی است به زودترین فرصت از طریق تدارکات ملی اعلان میشه، و هم این پروژه FTTH است که ما فایبر به درب منزل میرسانیم. وقتی که فایبر به درب منزل رسید واقعا که قیمت ها هم ارزان میشه، ظرفیت هم بالا میره، کیفیت هم بالا میره و مشتریان ما از این پروسه مکملا راضی خواهد بودن. سلام شبکه چې په هیواد کې د افغان تلکام شرکت لستر و پانګونو څخه ده په 34 ولایتونو او 109 شپېته ولسوالیو کې 1,000 فعال مخابراتي سایټونه لري. د افغان تلکام او سلام مخابراتي شرکت د پیرودونکو د خدمتونو څانګه هر ورځ د ګډونوالو سلګونه اړیکې ترلاسه کوي چې معمولا د اړیکو بنډلونو او انټرنیټي بنډلونو فعالولو او یا تخنیکي ستونزو د حل په موخه نیول کیږي. یو څلور شل دقیقې درته وړیا کوم محترمه، یو شیبه منتظر پات کېدای شي. د افغان تلکام او سلام شبکو ګډونوال د دغه شرکت له فعالیتونو او خدمتونو څخه خوښ دي، او لامل یې د دغه شرکت لخوا ارزانه بیې، مناسب کیفیت او غوره خدمتونه بولي. سمیع الله هستم، باشنده ناحیه ششم کابل. آمدیم به خاطر که یک تلفن لایندار از شبکه مخابراتی افغان تلکام بگیریم، و به خاطر که اینترنت بسیار پرسرعت داره و پروموشن خوب داره، به خاطر که رایگان از یاتر چیزا پیشکش از اینها، و یک شبکه نسبت به دیگر شبکه ها ارزانتر و کیفیت عالی دارن. طیب هستم، از متاقلا آمدیم، از ناحیه ششم شرکت سلام آمدیم به خاطر سیم کارت گرفتن، به خاطر که سیم کارت سلام قیمتش ارزان است و از دیگه شبکه ها که سریع تر کار میکنه، اینترنتش خوب است، 4G کار میکنه. رضایت مشتری ما تا حدود 90% میباشد، چون شرکت سلام یگانه شرکتی است که در تمام ولایات، در تمام نقاط دوردست طور 24 ساعته فعالیت میکنه و خدمات بهتر، آسانتر و
نازلتر نسبت به تمام شبکه ها داره. افغان تلکام شرکت او سلام مخابراتی شبکی په هیواد کې د مخابراتي خدمتونو او زیربناو په برخه کې د ډیری کم پانګونې لالارې د ملي او دولتي شرکت په توګه زرګونه هیوادوالو ته د کار زمينه برابر کړې ده، او هر کال د مالی په توګه شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ د دولت خزانه ته تسلیموي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي مشرتابه په افغان ټلیکام شرکت کې د داخلي ستونزو له څیړنې او ارزونې وروسته په سیمه ییز او نړیواله کچه د دغه شرکت معیاري کېدو او پرمختګ په موخه د کورنیو او نړیوالو متخصصینو په مرسته یو 3 کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړ څو له دې لارې ټاکلي هدف ته ورسیږي. ما به خاطر از اینکه ای باری شرکت ها من هیچ یک شرکت مخابراتی واقعا بتانیم خوب مدیریت کنیم و از پراگندگی و روزمره زدگی خارج کنیم، برای ازی یک پلان ساختیم. البته این پلان یک شالوده و خلاصه از تمامی یافته و چالش هایی که باعث بعضا پسمانی شرکت شده یا خدای نخواسته ایجاد مشکلات، و به اساس او یافته ها یک دورنما را برای افغان تلکام و یک هدف تعیین کرده ایجاد کردیم. پلان برای 3 سال است. د غدری کلن پلان لمخی په افغان تلکام شرکت که ټولو تشو تا ځانګړي وړاندیزونه شوی دی. په مدیریتی برخه که افغان تلکام شرکت تا دیو تازه جوړښت وړاندیز شوی سو پر اساس یې د شرکت مشرتابه او مدیریتی برخو کې شته نیمګړتیاوی او تشډه کشي. از بود مدیریتی وقتی نواقص شناسایی کردیم، یک ساختار جدید پیشنهاد کردیم، گرچه یک مقدار از این ساختار قبلا عملی شده. د دغه پلان بل برخه په کابل او ولایتونو کې د مخابراتي سایټونو بیا رغونه او پر نویو تخنیکی وسایلو سمبالول دي. از بود شبکه تمام نواقص و خلاها و مشکلاتی که در شبکه وجود داره که اون نه تنها تاثیر روی شرکت افغان تلکام داره، بلکه روی سایر شرکت ها هم داره، چون زیربنای افغان تلکام بعضی از شرکت های دیگه هم استفاده میکنه. با اون خاطر تمام نواقص شناسایی شده و بدون شک ضرورت به نوسازی داره و بازسازی داره، و نوسازی و بازسازی بدون وسایل نمیشه که وسایل ما قبلا درخواست خریداری شده به تدارکات ملی فرستادیم و یا هم در جریان طی مراحل قرار داره. افغان تلکام شرکت هیوادوالو ته د ملي پانګې حیثیت لري، او د افغانستان هر وګړی باید د دې ملي ارزښت ملاتړ او پیاوړتیا ته کار وکړي. د افغان تلکام او سلام مخابراتي خدمتونو کارونې له لارې د خپل هیواد اقتصاد پیاوړی کړي. افغان تلکام، راځئ چې د یو نوي شي خبرې وکړو.